در یک صبح پاییزی سفرمان را به باغملک در شمال خوزستان شروع کردیم تا روایتگر زندگی کارآفرینی موفق و پرتلاش باشیم. تعاملی که ایشون داشت باید من تشکر ازش کنم. من یه زمانی هم خونم بود، هم انبارم بود، هم مغازم بود. آقای رمضانی و بانو موسوی زوجی خوشفکر هستند که تونستند با ارادهشون سهمی در بازار پوشاک ورزشی و تولید داشته باشند. به فکر این افتادم در همفکری خانومم که هم لیسانس تربیت بدنی و هم که مدرک خیاطی رو گرفتن، اومدیم که یه کار پوشاک ورزشی رو راه اندازی کردیم. یه راهی پیش گرفتیم که واقعا راه خوبیه. یعنی من خیلی راضیم. حال صدای چرخهای تولیدات این کارگاه نوید اشتغال پایدار برای 12 نفر به طور مستقیم و 50 نفر به صورت غیر مستقیم را می‌دهد. از وقتی که آقای رمضانی شروع به کار کردن منم اینجا مشغول به کار شدم. خدا رو شکر کار کاسبی خیلی خوبه. بعدم جا برشکارم، منم که خیاطم، با هم کار میکنم. الان دوخ میزنم، در حال دوزی هستش. اتوکاری با بسته‌بندی. تنها کارگاه تولید پوشاک ورزشی در شهر زیبای باغملک با طبیعتی بکر و چشم نواز. چند تا میخوان آمدی؟ برات کی میخوام دیگه کلا؟ چند تا این؟ 24 تا. سفارش از ایتالیا. الان اومدم که لباسمو تحویل بگیرم و ببرم تقدیم بکنم به بچه‌ام. امروز انجام شد، بسته‌بندی میشه، ان شاءالله غروب برات میفرستم. در این تولیدی تمام مراحل دوخت مطابق با طرح‌های سفارش دهنده آماده و تحویل داده میشود. من اینو مثلا به بارشکارمون میدم، طبق همین کار میتونیم بارش بدیم، دوخت بکنیم. یکی از نمونه‌های کار واحد تولیدی آقای رمضانی هستش که بسیار با کیفیت و مطابقت میکنه و انطباق داره با استانداردهای بین المللی. 0 تا 100 تولیداتی که همه ایرانی هستن. نقش ایرانیه، پارچه خود ایرانیه، خیاطی هم که بچه‌ها خودمون دیگه کارا رو اینجا انجام دادیم. حالا 5 سالی میشه که این تولید کاملا ایرانی در تن بازیکنان تیم‌های مختلفی چشم نوازی می‌کند. من به عنوان تولید کننده البسه‌های این دو تا تیمو امروز به تن این ورزشکاران که می‌دیدم حقیقتاً یه ذوق و شوق دیگری داده به من. مدارس فوتبال اهواز اکثر ما می‌ذاریم. علاوه بر تولید لباس‌های ورزشی، تولید و ساخت انواع میزهای پینگ پنگ، فوتبال دستی و میزهای شطرنج از دیگر تولیدات این زوج کارآفرین موفق است. این میزا چون استاندارد یه میز خاصیه دیگه، از قبل ما دیگه آماده کنیم داشته باشیم که ما از مشتری سفارش داد آماده داشته باشیم. حالا با وجود تیم‌های ورزشی زیادی که در استان خوزستان وجود داره باید به آینده این تولیدات خوشبین بود. بیایید با حمایت از تولید کنندگانی مانند آقای رمضانی اقتصاد مقاومتی رو در کشور تثبیت کنیم.